به نام خدا، من سروش لهراسبی هستم، مسئول مرکز توانبخشی وصال و پی اچ دی کاندیدیت روانشناسی شناختی دانشگاه شهید بهشتی. در این مطب آموزشی تصمیم دارم در مورد ارزیابی های عصب روانشناختی بر پایه کامپیوتر با استفاده از مجموعه آزمون های وینا توضیحاتی رو خدمت شما بدم. نظارت علمی این مطلب با جناب آقای دکتر علیرضا مرادی هستش. حامی های این مجموعه هم شرکت شوفری، تولید کننده مجموعه آزمون های وینا، مرکز توانبخشی وصال و مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی است. خب همونطور که میدونید مجموعه آزمون های وینا بیش از 150 تا آزمون داره که این آزمون ها بیشترشون هم عصب روانشناختی هست. یکی از بزرگترین مشکلاتی که در کاربردهای بالینی، تحقیقاتی و HR وجود داره این هستش که ما نمیدونیم دقیقا کدومی که از آزمون ها رو باید استفاده کنیم. من در این مطلب سعی میکنم که یه مقدار طبقه بندی کردن و کتگورایزد کردن این آزمون ها رو خدمت شما توضیح بدم. در این مطلب ما با بحثمون رو با کاگبت شروع میکنیم. کاگبت مخفف کاگنیتیو بیسیک اسسمنت هستش. در این مدل از یک مدل تئوریتیکال مغز استفاده میشه که میگه که ما در واقع مغز سه تا توانایی کلیدی داره. اولیش اتنشن هستش که کلید ورود اطلاعات به مغز هستش. دومی حافظه یا همون مموری هستش که کلید نگهداری اطلاعات وارد شده به مغز هستش. و سومی اکزیکیوتیو فانکشن یا همون EF هستش یا عملکردهای اجرایی که توانایی استفاده از اطلاعاتی که در مغز نگهداری شده است. هر کدوم از این آزمون‌ها یعنی توجه، حافظه و عملکردهای اجرایی با استفاده از یک سری آزمون‌هایی که شرکت وینا طراحی کرده قابل اندازه‌گیری هستش. همونطور که می‌بینید اتنشن رو با این دوتا تست که حالا علائم اختصاریش رو اینجا آوردیم می‌تونیم ارزیابی کنیم. حافظه رو با این تست و اکزیکیوتیو فانکشن یا عملکردهای اجرایی هم با این سه تا تست ارزیابی می‌کنیم. حالا ما در این مطلب سعی می‌کنیم که دونه دونه این تست‌ها رو توضیح بدیم. خب اولین تستی که ما تصمیم داریم در کاگبت توضیح بدیم آزمون در واقع TOL هستش. TOL مخفف آزمون تاور آف لندن هستش. کاری که میکنه عملکردهای اجرایی رو ارزیابی میکنه. از لحاظ نوروساینس لوب فرونتال یا پریفرونتال مغز مسئول انجام در واقع عملکردهای اجرایی هستش. همونطور که میبینید عملکردهای اجرایی شامل حافظه فعال، برنامه ریزی، توجه، نظارت بر کارهای انجام شده، سازماندهی که هر کدوم در این شکل اینجوری نشون داده شده که وقتی که عملکردهای اجرایی در واقع دچار آسیب میشه اتفاقی که میفته میزان یادگیری تحت تاثیر قرار میگیره، پولیتینگ اینفورمیشن یا در واقع دستکاری در اطلاعاتی که وارد شده دچار تغییر میشه و حالا همینطور که میبینید در نهایت مثلا ما مشکلات ریاضی ممکنه پیدا کنیم، مشکلات زبانی ممکنه پیدا کنیم، درک در مطالب خوانده شده و مشکلات مختلفی رو ممکنه در اثر در واقع آسیب اکزیکیوتیو فانکشن پیدا بکنیم. آزمون تاور آف لندن یا TOL در واقع برای ارزیابی پلنینگ و دیسیژن میکینگ طراحی شده. همونطور که گفتیم خب تئوریتیکال بیسی که در واقع مغز این بود که ایمپورت میشه، سورت میشه و کنترل میشه. این کنترل همونطور که گفتیم یکی از در واقع اتفاقاتی که در کنترل میفته همون اکزیکیوتیو فانکشن و دیسیژن میکینگ هسته که ما برنامه ریزی و توانایی برنامه ریزی و تصمیم گیری مغز رو میتونیم با آزمون TOL یا تاور آف لندن ارزیابی بکنیم. خب این آزمون در مجموع آزمون‌های شوفری چجوری اندازه گیری میشه؟ ما یکی از پوانهایی که داریم میتونیم این آزمون رو به صورت اورجینال باعث به صورت آنلاین برگزار بکنیم. البته هم آنلاینش وجود داره هم آفلاینش. خب خیلی از محققا دوست دارن که اینو آنلاین اجرا بکنن. میتونیم وارد ماژول اجرای آنلاین در واقع شوفریت بشیم. کد تستی رو که تهیه کردین رو وارد میکنید. وقتی کد تست رو وارد میکنید تستی که تهیه کردید لود میشه. حالا ما در این مورد خاص تست TOL یا تاور آف لندن رو استفاده میکنیم. خب توضیحاتی میده، شما یه نمایشگری دارید، یه تصویری دارید، باید این تصویر رو تبدیل بکنید به هدف.
البته قابل توضیحه که به زودی نسخه های فارسی این آزمون هم به صورت آنلاین و آفلاین در اختیار شما قرار خواهد گرفت. ولی خب توضیح خاصی نداره، همونطور که توضیح دادم اینه که در واقع یک الگویی هستش که ما باید به آزموندنی باید بگیم که در واقع شکل هدف رو تبدیل بکنه به گل یا شکل بالایی. بعد در کنارش هم نوشته، مثلا اینجا نوشته که با دو حرکت باید این شکل رو تبدیل بکنه. حالا میریم در واقع سراغ بعدی، میگیم که الان این شکل رو میخواییم مثل این شکل بکنیم. قانونی هم که وجود داره اینه که فقط ما میتونیم مهره هایی که بالاشون خالی هست رو تکون بدیم و اگه مهره در واقع روی مهره دیگه قرار بگیره، مهره زیری امکان جابجایی نداره و باید روی مهره رو ما خالی بکنیم، که اینجا داریم میبینیم چند مدل از این آزمون داره انجام میشه و خب این پرکتیسش بودش و شروع میشه که آزمون رو انجام بدیم. الان اینجا به ما گفته که توی سه حرکت شما در واقع باید این شکل رو بسازیم و به هدف برسیم. دوباره سه هدفه. طریقه انجام آزمون هستش که این رو به صورت آنلاین هم امکان در واقع ارزیابیش هست. در ادامه به ریپورت آزمون تاور آف لندن میرسیم. خب از اونجایی که ما در واقع آزمون نسخه آنلاینش رو اجرا کردیم، ریپورتش هم آنلاین خواهد بود. میریم در داخل پنلی که در واقع وجود داره، میبینیم که تست استاتوسش کامل شده، ریپورت تولید میشه، حالا به زبانهای مختلف که ما انگلیسیش رو فعلا لازم داریم، به صورت یک فایل پی دی اف خروجی گرفته میشه و ما میتونیم که این فایل پی دی اف رو مشاهده بکنیم. این یک نمای کلی از ریپورت در واقع آزمون تاور آف لندن هستش که هم به صورت نمودار به ما میده هم به صورت اعداد، که در ادامه بهش میپردازیم که چه چیزهایی رو تو ریپورت یا گزارش بهمون میده. در آزمون تاور آف لندن ما سه نوع عدد داریم، یکی را اسکور یا نمره خامه که به صورت یک عدد خام از خروجی حرکت ها زمان ها به ما ارائه میشه. پرسنتایل رنک یا رتبه درصدی هستش که نشون میده در هر یک از شاخص ها و متغیرهای آزمون تاور آف لندن آزمودنی ما در چه رتبه درصدی قرار داره به نسبت جامعه نرم، و عدد تی یا عدد در واقع استاندارد شدهش هستش که حالا این تی اسکورش هستش که نشون میده نسبت به نرم در چه وضعیتی قرار داره. چه وریبل های اما ما داریم یا چه در واقع شاخص های ما داریم؟ وریبل هایی که این آزمون به ما میده، یکی پلنینگ ابیلیتی یا توانایی در واقع برنامه ریزی آزمودنیمون هستش، number of correct solution هستش، راه حل های صحیح، یعنی در واقع اون راه حل هایی که آزمودنی برای اول به صورت کامل با اون سه حرکتی که باید انجام، مثلا بهش گفته با سه حرکت انجام بده یا با چهار حرکت انجام بده یا با هر تعداد حرکتی که بهش تست گفته بود به صورت کاملا صحیح با همون تعداد حرکت تونسته بودش که اون مسئله را حل بکنه. ریورس دیسیژن هستش، یا در واقع تصمیم هایی که طرف یک حرکتی رو انجام داده ولی بعد مجبور شده برگرده به پوزیشن اولیه، این ریورزشه، در واقع یک کاری رو انجام داده دقیقا همون کار رو برعکس کرده و برگشته به حالت اولیه. سلکشن آف بلاکت بالمونه، در واقع اون توپ هایی که آزمودنی قانون رو اشتباه گرفته و اومده توپ هایی که زیر توپ های بالایی بودن رو انتخاب کرده، در واقع توپ هایی که اجازه حرکت نداشتن رو انتخاب کرده. سلکشن آف بلاک رود اینجا منظورش اینه که تلاش کرده که توپ رو در میله هایی قرار بده که این میله ها پر شدن و دیگه جای توپ ندارن. پوزیشن های در واقع غیر ممکن هستش، یعنی اینکه یک پوزیشنی رو به یک وضعیتی رسیده که این وضعیت اصلا صحیح نبوده و جوابمون نبوده. میدین تینکینگ تایما هستش، این در واقع از میدین زمانی هستش که در واقع چهار حرکت بوده یا پنج حرکت بوده یا شش حرکت بوده. چرا سه حرکت رو نداده؟ عموما سه حرکت در ارزیابی ها نه در بالین ارزش زیادی داره و نه در تحقیق، به خاطر همین از چهار پنج و شش حرکت رو
اومده مدیان زمانشون رو در واقع بر حسب میلی سکن ارائه میده و همینطور مدیان اگزیکیوشن تایمش هستش. یعنی چی؟ یعنی داره میگه که بعد از این که طرف فکر کرده که باید این چهار حرکت رو چجور انجام بده، در واقع اون مدیان تینکینگ تایم زمانی هستش که هنوز فرد به قول معروف دست به مهره نشده و حرکتی رو انجام نداده. مدیان اگزیکیوشن تایم اینه که بعد از این که تصمیم گرفتش که چه کاری رو انجام بده بر حسب میلی سکن چقدر زمان برده تا اون تصمیمش رو به صورت صحیح ارائه بده. این میبینید ریپورت اصلی خود تاور آف لندن آزمون های شوفریت هستش که برای هر کدوم از این مواردی که من عرض کردم خدمتتون چند تا در واقع شاخص داده، را اسکورشه، پرسنتایل رنکشه، تیشه. حالا اینجا با هم راحت‌تر میتونیم نگاه بکنیم. ببینید مثلا اینجا گفته که پرسنتایل رنک این شاخص 91، یعنی 91% از افرادی که این تست رو انجام داده بالای 91% افرادی هستش که این رو انجام داده، یا مثلا 60%، یعنی از 60% افرادی که این تست رو انجام دادن این آزمودنی توی این شاخص بالاتر بوده، یا همینطور 36% این پرسنتال رنکشه. را اسکور عدد خام رو در واقع ذخیره کرده که به ما داره میگه که مثلا ما به ما داره میگه مثلا number of correct solutionش 11 بوده که این 11 مفهومش در واقع تو پرسنتایل رنکش 54 بوده و تی اسکورش در واقع 51 بوده، در واقع اون نمره استانداردی که به کسب کرده 11 معادل عدد 51 بوده. این رو به صورت ما به صورت یک نمودار نرم هم مشاهده میکنیم، داریم میبینیم که در واقع داره میگه که نرم این از 45 تا 55 ولی 40 تا 60 با دامنه اطمینانش در واقع دامنه نرم قرار داره، پایین تر از 40 میشه پایین تر از حالت نرمال و بالاتر از 60 میشه بالاتر از حالت نرمال، که داریم میبینیم که یک سری شاخص های این آزمودنی ما خب در داخل نرمال قرار گرفته و یک سری از شاخص های آزمودنی ما بالاتر از نرمال قرار گرفته، که این پایین هم پرسنتایل رنک رو داره نشون میده، در واقع مثلا داره نشون میده که این الان به نسبت چقدر بالاتر از سایرین هستش که داده های نرمالشون جمع آوری شده. شما میتونید این آزمون رو از طریق سایت مرکز توانبخشی وصال، ایمیل و یا مطالب مشابه رو از طریق آدرس های لینکدین و فیسبوک و توییتر و اینستاگرام ما پیگیری بکنید. در مطلب آموزش بعدی ما تصمیم داریم که آزمون توجه رو با استفاده از در واقع بررسی شاخص شناختی توجه رو با استفاده از آزمون WFA توضیح بدیم. ممنونم از توجه شما.